رژیم آخوندی هر ساله در سالگرد انقلاب ضد سلطنتی سعی می کند تا با دروغ بافی و جعل حقایق اینطور القا کند که جامعه در حال پیشرفت بوده و حکومت دستاوردهای زیادی داشته است. امسال نیز مدت‌ها پیش از سالگرد انقلاب ضد سلطنتی به دلیل شرایط انقلابی جامعه و قیام‌های سرنگونی طلبانه مردم ایران نیاز شدیدی داشت تا برای قدرت نمایی پوشالی به تبلیغات بر سر پرتاب ماهواره به مدار زمین دامن بزند. امریکا پیش از این 3 بار منجر به شکست و سرافکندگی برای رژیم شده بود. آزادی جهرومی در اوایل بهمن ماه از پرتاب ماهواره ظفر در سالگرد روبوده شدن انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران خبر داده و گفته بود ماهواره وزنش 113 کیلوگرمه، در مدار بالای 500 کیلومتر قرار میگیره. این اولین باره که ما هدف گذاری کردیم به این مدار و به این مأموریت‌ها برسیم. یک فعالیت تحقیقاتی مهمه، هم خود ماهواره و هم ماهواره برش که ماهواره بر سیمرغه که حالا امیدواریم موفق باشه. به زودی انشالله در همین ایام دوستان وزارت دفاع در حال کار هستن. نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ارتجا نیز در مصاحبه با خبرگزاری حکومتی خانه ملت گفته بود جلسه امروز با هدف بررسی روند پیشرفت ساخت ماهواره ظفر و ماهواره بر سیمرغ تشکیل شد. مسئولان حاضر در نشست امروز از پرتاب ماهواره ظفر با ماهواره بر سیمرغ در دهه فجر خبر دادند. سرانجام یک شنبه 20 بهمن خبر پرتاب ماهواره در رسانه ها منتشر شد و مشخص گردید که رژیم در 4مین تلاش خود برای پرتاب ماهواره باز هم شکست مفتزهانه‌ای خورده است. خبرگزاری رویترز در واکنش به پرتاب ماهواره از سوی رژیم نوشت یک مقام وزارت دفاع گفت که رژیم ایران یک شنبه ماهواره ساخت داخلی را پرتاب کرد اما نتوانست به مدار برسد. و البته رژیم دجالگرانه سعی کرد تا سیاه را سفید جلوه بدهد و شکست را پیروزی قلمداد کند. رویترز نوشت این مقام به تلویزیون دولتی گفت این با موفقیت پرتاب شد و ما بیشتر به اهداف خود رسیده ایم، اما ماهواره ظفر طبق برنامه به مدار نرسید. رویترز همچنین نوشت آمریکا میگوید این نگرانی وجود دارد که از فناوری بالستیک دوربرد که برای قرار دادن ماهواره ها در مدار استفاده می شود برای پرتاب کلاهک هسته‌ای استفاده شود. خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز نوشت تلویزیون دولتی گزارش داد موشک ایرانی روز یکشنبه نتوانست ماهواره را در مدار قرار دهد. آخرین شکست برای برنامه‌ای که آمریکا ادعا می کند به تهران کمک می کند تا برنامه موشکی بالستیک خود را پیش ببرد. روزنامه حکومتی کیهان نیز با اعتراف به شکست این طرح از قول حسینی سخنگوی امور فضایی وزارت دفاع رژیم نوشت ماهواره بر سیمرغ ماهواره ظفر را با موفقیت به فضا پرتاب کرد، اما ماهواره بر به سرعت مورد نیاز جهت تزریق ماهواره در مدار مورد نظر نرسید. در حالی که مردم مظلوم کشورمان به دلیل دزدی و چپاول سران غارتگر حکومت در دریایی از مشکلات اقتصادی دست و پا می‌زنند و هر لحظه بر تعداد فقرا و بیکاران و گرسنگان افزوده می‌شود، رژیم آخوندی با طرح‌های ضد مردمی و غیر علمی پول و سرمایه مردم ایران را به باد می‌دهد و این را اثبات می‌کند که تا رژیم ضد بشری آخوندی بر مسند حکومت نشسته است، درد و رنج و به باد دادن سرمایه‌های ملی پایانی ندارد.